همگی گایز به چنل بوریا بوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بود داشته باشید. ویدیو امروز خیلی بمبه. ویدیو امروز در مورد اینه که یه سری چیزا بهتون نشون میدم که همه فکر میکنن فیکه، یعنی 70% آدمای دنیا فکر میکنن این چیزا وجود ندارن ولی در اصل وجود دارن. حالا چه حیوونا چه اتفاقات عجیب. ویدیو امروز حتما ببینید، مطمئنم کلی لذت ببرید. دمو جدید آلبومم اومده توی اینستاگرام هست، میتونید برید ببینید. عشق من، امیدوارم از این همکاری همه راضی باشید. کلی انرژی مثبت تقدیم به تک تکتون. عاشق یکایکتون هستم. لایکتون نره، کامنت انگلیسی بذارید چون سابا میریزه و یوتیوب داره کار پوره میکنه. و اینکه سابسکرایب کنید. راو تو 313K، هر جا هستید موفق و پیروز و سلامت در کنار خانواده های زیبایتان باشید. بریم با هم این ویدیوی زیبا رو با این کلکسی بزرگ ببینید. خب گایز، شروع میکنیم از شاخهایی که باورتون نمیشه. بچه‌ها یه سری حیوانات تو دنیا هستن که شاخهاشون به حدی بزرگه شما تا الان عکساشون رو دیدید. مثل چی؟ آنکل واتوسی. عجیبترین نژاد بین گاوها همین آنکلها هستن، با هیکلی بزرگ و شاخهایی بسیار بزرگتر، در صورتی که دو تا از اونها اسمش تو گینس ثبت شده. فکر میکنید شاخشون چقدر بزرگه؟ اونها با داشتن شاخی به اندازه 40 اینچ رکورددار هستن. گاوو ببین. شماره 2، ایبکس. ایبکس یا همون بز کوهی اصلا اعتقادی به جاذبه زمین نداره. یک نوع بز وحشی که تو کوهستانا زندگی میکنه و به خاطر ریشهاش و شاخهاش خیلی معروفه. هم زناشون شاخ دارن هم مرداشون، دوتاشون شاخه. اندازه شاخ اونا تا 5 فیته که معمولا برای دفاع خودشون ازش استفاده میکنن. بعضی وقتا هم برای مخ زدن از شاخهاشون استفاده میکنن تا یه دوست دختر جذابو پیدا کنن. یعنی مثلا میره میشه دختره، دیدید مثلا دخترا میان با 95 شون، این مثلا با شاخهاش میره میگه میپسند یا نه. دخترم خب 5 اینچه، نه 5 فیته، ببخشید 5 اینچ، مواظبه یک، ببخشید. بعدی بوز راسپوتین. امکان نداره ویدیو ساخت و در مورد بزرگترین شاخهای جهان صحبت کرد و این نژاد از بز توش نبود. مثل اینکه در مورد رپ حرف بزنی و پوتک توش نباشه. این بز در سال 2014 اسمش به عنوان بزرگترین شاخ بین همه بزها ثبت شده. اندازه شاخ این بز 1.30 متر و الان در حال حاضر این بز 8 سالشه و با دوست دخترش که خیلی هم جذابه به اسم لیلی زندگی میکنه و عشق بازی میکنه. جالبه بدونید فقط با صاحبش و زیدش خوبه. بز دوست دختر داره. یعنی سیگلای چنل عاشق یکایکتونم. ببخشید منظوری ندارم ولی خب داره دیگه، اسمش هم لیلیه، چه با کلاس. The Addox. در بین حیوانات پرپیچ و خمترین شاخ میرسه به این حیوان. بعضی از این حیوانات جالبه بدونید بسیار خطرناک هستن و اگه دیدینشون فرار کنید چون شاخشون پرپیچ و خمه و اگه فرو کنه پاره پوره اید. گاو سه شاخ. وقتی ویدیو گاو سه شاخ پخش شد کل اینترنت تو شوک فرو رفت. کلی بحث ها صورت گرفت که این ویدیو فیکه، ادیته، بعضی ها میگفتن واقعیه. خلاصه کلی درگیری بود. این گاو سه شاخ اهل اوگانداست. جالبه بدونید این اولیش هم نیست، بلکه 2 تا گاو دیگه سه شاخ داریم. خداییش باورتون میشد گاو سه شاخ هست؟ من مثلا دراگون سه سر، نمیدونم مرد دو، خیلی چیز، 6 تا تخمه، حالا هرچی، اصلا آدم به فکرش هم نمیرسه. حالا میرسیم به بزرگترین شاخ دنیا که پشماتون بریزه اینقدر بلند. الان فکر میکنید این عکس فیکه؟ نه به نظر شما. یک ذره فکر کنید. فیکه؟ نه ریدید. مار دستدار. افسانه های زیادی هست از مار سه سر، مار دو سر. البته مار دو سر بچه ها واقعیت داره. همینجوری که میبینید این گوگولی مگولی دست داره و هم میخزه هم با دستاش خودشو میکشونه جلو. شاید بگید اونو نمیتونیم به عنوان یه مار قبول کنیم ولی اون جزو نژاد مارهاست و همینجوری که میبینید دست داره. البته جالبه بدونید این ویدیوها خیلی خیلی روش زوم شده و اندازه اونا خیلی کوچیکه، یعنی تو کف دستتون راحت میتونه با دستاش راه بره. سیستم بدنی عجیب و دستانی زیبا و گوگولی داره.
بچه ها این عکسی که الان میبینید ازتون سوال دارم، چون ویدیو در مورد اینه که چیزهایی که همه فکر میکنن فیکه ولی فیک نیستن، الان سوال کردنش هم ولی چرت میشه. الان شما مثلا این عکس رو اگه تو اینترنت ببینید واقعا باورتون میشه چه این حیوانی هست. مثلا من خودم وقتی اولین بار دیدم عمرم میگفتم فیکه، ولی بچه ها واقعیه، این یه پروانه است. اسم این پروانه، پروانه سگ پشمالوه، پروانه بسیار عجیب اهل ونزوئلا که شباهت عجیبی با پوکیمون داره. وقتی این اومد اینترنت ترکید. خب بالاخره چیز عجیبیه دیگه، مثلا من خودم اولین بار این عکس رو دیدم واقعا پشمام ترکید. در سال 2009 اولین بار این پروانه کشف شده، تو ونزوئلا هم یافت میشه، تعدادش هم خیلی کمه، بهش میگن سگ پشمالویی، فقط به خاطر اینکه همونجوری که میبینید بدنش پر پشم و موه و خیلی جذابه. حالا میرسیم به سلطان سینه. یعنی اصلا این عکس خداست. ببین مثلا این عکس رو واقعا کی باورش میشه چه این حیوانی هست؟ هست، واقعا چه این حیوانی وجود داره و مخش هم با سینه هاش میزنه. بریم واسه تون توضیح بدم. Greater Sage Grouse، این بزرگترین مرغ در آمریکای جنوبیه، 100% یکی از عجیبترین نوع از حیواناته. تا 30 اینچ رشد میکنن. اونا با استفاده از سینه هاشون همسر پیدا میکنن. به شدت از سیستم بدنی عجیبی برخوردارن. جالبه بدونید اینکه این حیوان چند بار هر روز صبح و هر روز بعد از ظهر سینه هاشو میندازه بیرون و به رخ میکشه و اصولا خوش رنگ ترین و بزرگترین سینه میتونه همسر مناسب خودشو پیدا کنه. این حرکت در بین اونها جزو رسوم قدیمی شونه، یعنی مثل یک ورزش میمونه. حالا اگه خواستی توضیحاتی بیشتری در مورد این حیوان بدونید فقط لازمه کلمه Greater Sage Grouse رو در اینترنت سرچ کنید. اینم یه افتاده است، پیر شده، بدبخت افتاده. حالا خارج از شوخی، این نوع حیوانات همیشه سینه هاشون رو پرت میکنن بیرون تا بتونن همسر مورد علاقه شون رو پیدا کنن. خیلی خندن، یعنی تصور کن چه صدایی میده. بعد میتونی تو اینترنت ساوندشون هم وقتی این کارو میکنن چه صدایی میدارن چک کنی، واقعا پشماتو میریزه دیگه. وجدانن همشم فکر کنیم واقعیان، یعنی خیلی بخوایم بگیم همشم واقعیان سگ کن، این دیگه نمیتونه واقعی باشه. تو نگاه کن انگار مثلا یه برج بالا سر 4 تا اسنایپر وایستادن. خیلی عجیبه ولی واقعیه. یکی از عجیبترین موجودات و حشراتی که تا به حال در دنیا پیدا شده گیره درختی برزیلیه. این حشره همونطور که نامش مشخصه در جنگل‌های آمازون دیده میشه، ولی بسیار کمیاب و نادرن، به طوری که مدل‌های خاصی تنها از آن برای نمایش گذاشته میشه. باقی اونها رو به سختی تو طبیعت میشه پیدا کرد. چهره این حشره به هیچ عنوان قابل توضیح دادن نیست، چرا که بسیار پیچیده و عجیبه و دانشمندان نیز در تشخیص اندام اون با هم اختلاف نظر دارن و تا الان تا حالا هیچ دانشمندی نتونسته در مورد سیستم بدن، چرخه حیات، اینکه چجوری تغذیه میکنه، کجا میره، از کجا میرینه، از کجا میشاشه، وجدانن هیچ دانشمندی نتونسته اطلاعاتی رو بده. اگه میخواین در موردش بیشتر بدونید اسمش گیره درختی برزیلیه. ولی بعضی چیزا واقعا عجیبن. مثلا این به جز این حشره بچه کلی حیوانات نادر و کمیاب دیگه هم هست که تو اینترنت میتونید سرچ کنید ببینید. حالا اگه پشتتون زیادی چیزه، یعنی خیلی باهوش و زرنگی، من براتون سری بعد پیدا میکنم، چون حیوانات نادر و جذاب اگه واسهتون واقعا جذابن خیلی حیوانات عجیب غریبی هست که پراتون میریزه. این عکسو ببینید، این عکس همونی که رو تام نیله. خب مسلما موضوع ویدیو اینه که همه فکر میکنن فیکه، ولی این واقعیه. این یک آدم گوساله کثیفیه که فکر کنم دچار یه بیماری شده. من نتونستم در موردش اطلاعاتی کسب کنم ولی ویدیوشو پیدا کردم. الان ویدیوش هم میریم با هم دیگه میبینیم. تو سرش پر حشره است، انگار رفته حموم اومده، حشراتو نمیتونستن بردارن، با شونه حشراتو برمیدارن. یعنی من پشمام ریخت سر این عکس. شما فقط نگاه کن، میدونم دارید بالا میارید، امیدوارم سر وای پدرت رو درید. خاک با شونه صورتی هم باید میکنن. بابا ریدم روتون، به من چه فوش هم ندید، من آماده میکنم اطلاعات بره بالا. خ...
خب گایز دم تک تکتون گرم، عاشق یکایکتون هستم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده بوده باشید. میدونم الان همتون میگی چقدر وقت ویدیو کم بود، به خاطر اینکه من بعد از این ویدیو باید برم و کلی کار دارم. یعنی به خدا از صبح پا شدم کلی امروز کلی حرکت باید انجام میدادم، الان باید برم و تو 24 ساعت بعد نیستم. یعنی ویدیو فردا را الان آپلود میکنم، پریمیر میکنم. به عشق خودتون مننت نیست، ولی جدی میگم فقط چون دوست داشتم این ویدیو رو، خیلی دوست داشتم. این ویدیو میتونه خیلی پارت داشته باشه، حالا به یه اسمای دیگه، اگه واقعا براتون جذابه میتونم براتون بسازم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کتاب امروز، راهی نفسگیر، نوشته ی خاطره ی افروز، یک رمان بسیار قشنگه. اگه دوست دارید شبو بخوابید، لازم نیست حتما با فیلم بخوابید. بعضی وقتا میتونید کتاب بخونید، یه شب فیلم، یه شب کتاب، یه شب اون کارهای بی ادبی که میکنید، ولی کتاب حتما تو برنامه‌تون باشه. فیلم امروز یه فیلمیه که نمیدونم قبلا معرفی کردم یا نه، ولی دلم نیومد باز معرفی نکنم. یعنی شاید کسایی هستن که این فیلمو ندیدن. رونانت. بچا تو این فیلم لئوناردو دیکابیو بازی کرده، یه صحنه‌ش هم با خرس می‌جنگه. این فیلم یکی از خفن‌ترین فیلم‌های دنیاست، با بازیگری لئوناردو دیکابیو و تام هاردی. Thank you very much for your effort and hard work for us. دموهای خفن رو بذار که ما بیشتر لهله بزنیم واسه یه آلبوم. خیلی دوستت دارم. ایموجی خنده قلب. قربونت برم عزیزم. امروز که یه دمو اومد، امیدوارم لذت برده بوده باشید. هنوز دموهای دیگه ای مونده، بر طبق زمانی مشخصی میذارم. تا 20 آلبومو تا 20 میتونید بخرید. 20 پخش میشه از همین یوتیوب با موزیک ویدیوهاش. امیدوارم وقتی اومد خستگی از تنم در بره و همتون لذت ببرید. در مورد کامنت اولام بگم که قربونت برم، وظیفمه. من خیلی دوست دارم هر شب براتون ویدیو بسازم و دوست دارم ایدهام همیشه جدید باشه. یعنی دوست ندارم هی تکراری باشه. حالا شاید بعضی وقتا اتفاقاتی پیش بیاد، مثلا این دو سه تا یهو تکراری شه، ولی مطمئن باشید همه سعی من ویدیوهای جدیده تا بتونم انرژیای مثبتو به خانواده دلانگیزتون بدم. مثل ممه باشید، شیرین نیست ولی نمیشه ازش دست کشید. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.